سلام به هشتمین درس از سلسله درس های مقاومت مدنی میرسیم البته دو جلسه رو هم به پاسخ به سوالات گذروندیم در نتیجه مجموعا تا کنون نه جلسه صحبت کردیم اگر خاطرتون باشه در اولین جلسه به مسئله سوالات اولیه در خصوص مقاومت مدنی پرداختیم و سعی کردیم اولین سوالات رو پاسخ بدیم در جلسه دوم به برنامه ریزی استراتژیک لزوم برنامه ریزی در مقاومت مدنی پرداختیم و از اون پس در جلسات بعدی با استفاده از چکلیستی که آقایان اکرمن و هاردی مریمن تهیه کرده بودند در خصوص مقاومت مدنی سعی کردیم که اصلی ترین محورها در برنامه ریزی مقاومت مدنی رو نشون بدیم در هر جلسه هم با ارجاع به یکی از جنبش های معروف مقاومت مدنی در دنیا مثل لهستان یا آفریقای جنوبی یا سیاهان آمریکا یا هند گاندی و یا شیلی و غیره سعی کردیم که نشون بدیم که چگونه در واقع در هر یک از این کشورها مقاومت مدنی کار کرده و توانسته که کارآمد باشه در بخش سوالات هم به بحث مقاومت مدنی در انقلاب اسلامی ایران در به خصوص جنبش سبز پرداختیم به بررسی جنبش سبز رسیدیم که البته در آخرین جلسه از این سلسله درس ها یک جلسه رو کلا اختصاص خواهیم داد به مقاومت مدنی و درس هایی که خوندیم و بررسی اون در دو جنبش معاصر در ایران یعنی انقلاب اسلامی ایران و جنبش سبز از وجوهی که در این سلسله درس ها بررسی کردیم اما در این جلسه و جلسه آینده به بحث تاکتیک ها میرسیم تاکتیک های مقاومت مدنی تاکتیک هایی که دیگه به ابتکارات افراد بستگی داره من در این دو جلسه طبیعتا نمیخوام وارد تمام ریز تاکتیک ها بشم برای اینکه اولین اصل این است که تاکتیک ها و عملیات اجرایی به ابتکار فعالین و برنامه ریزان بستگی داره این فعالین در میدان هستند که تعیین می کنند چه تاکتیکی استفاده بشه چه کاری رو بکنن شرایط رو می سنجن، امکانات خودشون رو می سنجن نیروهای فعال رو می سنجن و بعد تصمیم می گیرند که چه آکسیونی رو انجام بدن مثلا به خیابان برن یا حرکت با تو سکوت انجام بدن یا شعار بدن یا تحسن و نشست انجام بدن یا نامه جمع بکنند و امضا پای یک درخواست بگذارند یا به دست به اعتصاب بزنند یا کمکاری بکنند یا انباع اقسام تاکتیک ها که در این جلسه و جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت ولی آنچه که برای یک فعال یک برنامه ریز مقاومت مدنی مهمه اینه که این تاکتیک رو برنامه ای رو که داره میریزه مطمئنا باید متناسب باشه با توانش با نیروهای فعالی که دارن مقدار خطری که وجود داره و مقدار ابتکاری که در اون میتونن به کار ببرن و مقداری که میتونن اون رو به آگاهی دیگران برسونن میتونن نتیجه اون رو منعکس بکنن به این ترتیب در این جلسه و جلسه آینده ما حد اکثر میتونیم رؤوس این سلسله بحث ها رو مطرح بکنیم و دستبندی‌های های اولیهی که در اون صورت گرفته رو با شما در میون بگذاریم مخزی که من برای این کار در نظر گرفتم لیست معروفی است که جین شارپ تهیه کرده جین شارپ که از تئوریسین های مقاومت مدنی و استاد دانشگاه هاروارد است که الان بازنشسته شده شاید از نخستین کسانی است که در دهه 80 آنچه را که گاندی انجام داده بود یا لوترکینگ انجام داده بود یا به طور طبیعی در پاره کشورها اتفاق افتاده بود سعی کرد که دستبندی بکنه، تئوریزه بکنه مبانی تئوری فلسفه سیاسی پشت اونها بگذاره و در واقع از مقاومت مدنی یک دانش بسازه کتاب های او متعدده شاید یکی از اونها که به فارسی هم ترجمه شده ضد کودتا یا از دیکتاتوری به دموکراسی است که مشاهده احتمالا کردی جین یکی از کارهایی که کرده این است که انواع تاکتیک هایی رو که در کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته سعی کرده لیست بکنه و به 198 تاکتیک رسیده ریز و درشت کوچک و بزرگ و سعی کرده اونها رو دستبندی بکنه که با این دستبندی در واقع رجوع به اونها ساده تر باشه که در همین برنامه به اون خواهیم پرداخت این رو هم عرض بکنم که مطمئنا بیش از این 198 مبحثی رو که جین شارپ جمع کرده میشه انواع و اقسام تاکتیک های دیگر رو اضافه کرد فیل فرض کنید آنچه که در جنبش سبز اسکناس نویسی معروف شد در لیست جنچارپ نیست نوشتن روی اسکناس و استفاده از پول به عنوان یک رسانه یا در خیلی کشورهای دیگه فقط در واقع این هشت سرفصل 198 سرفصل جین شارپ به ما کمک خواهد کرد که ذهنمون به کار بیفته ابتکاراتمون به کار بیفته یا با استفاده از اونها یا با تغییر شکل دادن اونها یا با تاکتیک های جدید امر مبارزه رو به پیش ببریم به ترتیب حالا به سراغ این 198 روشی که تاکتیکی که جین شارپ جماوری کرده میریم من مرور این 198 روش جین شارپ رو از زمیمه شماره یک جزوه کانواس که توسط سه چهار دانشجویی که رهبران جنبش آتپور بودن تهیه شده براتون مرور میکنم البته خود اونها هم اون رو از کتاب های جین شارپ برداشتن میتونید به اصل اون هم مراجعه بکنید جزوه کانواس رو هم قبلا خدمتون ارائه کردم جزوه خوندنیست در ریز برنامه ریزی مقاومت مدنی قرار داره ولی این بخش رو در واقع به عنوان زنگمه شماره یک در این جزوه آمده و روی اون مرور میکنیم <تصفح> نگاه کنید به این جزوه جینشارپ دست بندی که کرده اومده گفته روش های اعتراض بیخشونت رو در واقع یا تاکتیک های مبارزات بیخشونت رو مطرح کرده اولیش دستبندی بندی های رسمی است یعنی سخندانی های عمومی یا نامه های مخالف یا حمایت اعلامیه های سازمان ها و نهادها بیانیه های عمومی امضا شده و اعلامیه های کیفری دادخواست های گروهی یعنی جایی که ما بیانیه رسمی میدیم در جنبش ایران خیلی مرسوم امضا جمع کردن یا سازمان ها و نهادهای های مختلف امضا گذاشتن زیر بیانیه ها دومی در واقع ارتباطات وسیع سرفصل ارتباطات وسیع بر یا با پیامگیران یعنی چی؟ یعنی شعارها، ها، ها مثل وی در جنبش سبز یا رنگ یا غیرو پرچم، پوستر، ارتباطات نمایشی، بروشور، اوراق، کتاب، روزنامه، مجله، رادیو تلویزیون اگر بش استفاده کرد امروزه رادیو تلویزیون های ماهواره ای و غیرو روی زمین چیز نوشتن یا بنری رو, رو روی آسمون فرستادن با بالون یا به پل معلق نصب کردن غیرو و پیام رسانی با تکنولوژی های جدید مو که البته این جزوه تدویم می شده اسمس بوده که در جنبش آتپور شاید اولین بار بود استفاده شد پیامک ولی امروزه شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک توییتر به خصوص اینستاگرام و ایمیل و غیره هم به خوبی این کار رو میتونن انجام بدن نمایش های گروهی سرفصل بعدی در تاکتیک های مبارزات خشونت مثل نمایندگی ها جوایز ساختگی که مسخره بکنی مثلا یک کاری رو لابی های گروهی انتظامات انتخابات ساختگی کاری که دانشجوها در دانشگاه های ایران چندین بار کردن انتخابات درونی گذاشتن نمایشی سمبولیک از یه انتخابات بزرگ و نشون دادن که چه رأیی مثلا کاندیدا ها میارن حرکات عمومی سمبولیک سرفصل بعدی که جین شارپ میذاره مثل نمایش پرچم ها و رنگ های سمبولیک پوشیدن سمبول ها اگر جنبش سمبولی داره مثلا مثل اون ای که در جنبش لهستان خلق شده بود عبادت ها مثل نماز جماعت خیلی خوب فرض کنید در انقلاب اسلامی در خیابون به کار میومد یا روش های دیگه بودایی ها به خصوص از عبادت ها خیلی خوب در مبارزات استفاده کردن پخش اسناد سمبولیک جامکنی برای مخالفت به خصوص جنبش هایی که اعتراض به رفتارهای جنسی و غیره داره از این روش استفاده کردن تخریب انبال شخصی یعنی به عنوان مثال آدم مایملک خودش و البته نه دیگران رو به آتیش میکشه در اعتراض به اینکه چرا اینطوری شده فرض کنید در یه اعتصابی ممکنه چند تا پول رو آدم آتیش بزنه به نشونه اینکه مثلا حقوق کمه برحال کارهای سمبولیک اینگونه گونه چراغهای سمبولیک نمایش عکس چهره نقاشی به عنوان مخالفت که خب زبان هنر زبان بسیار گویایی است علائم و اسمای جدید صداهای سمبولیک اصلاحات نمادین جستهای بیادبانه و غیره این هم یک سرفصله سرفصل بعدی جینشارپ زیل سرفصل فشار بر اشخاص میاره تاکتیک که مسئولین رو زیر فشار میذاره شکار مسئولان یعنی باهاشون حرف زدن راه های جنبش رو پیش پاشون گذاشتن و اونهایی که قبلا صحبت کردیم دابل تینکر شدن دوگان فکر شدن تردید کردن رو جذب کردن سرزنش مسئولان کاری که در جنبش سبز میکردن روی در مثلا خونه فلان سپاهی در محله آروم عکس شهدای جنبش رو میذاشتن به نشانه سمبولیکی که در واقع اون فرد دست داره در این یا برادر خوندن اونها برادر خانی بیدار ماندن و غیره سرفصل بعدی نیایش و موسیقیست و نمایش و موسیقیست نمایش که همیشه کار کرد داره نمایش های عمومی کوتاه خیابانی مثل حجف های ادبی و شوخی های تمسخرآمیز اجرای موسیقی و نمایش و آوازخوانی شاید آوازخوانی و گروه های زیرزمینی در جنبش اسلوونی که از بهترین کارکردهاش رو پیدا کرد که بخش بزرگی از مردم رو بسیج کرد راهندازی دسته ها مثل راهپیمایی، رژه، دسته های مذهبی، دسته های زیارتی، کاروان های موتوری و غیره بزرگداشت مردگان سرفصل دیگه است که جین شارپ میگذاره اعضای سیاسی گرفتن مراسم تدفین ساختگی خا... خاک سپاری های با شکوه یا گرامی داشت در گورستان ها البته جنبش سبز از مواردی بود که حکومت فهمیده بود که دفن شهدا میتونه چقدر مردم رو بسیج بکنه حتی جنازه شهدا رو مخفی میکرد نمیداد به خانواده ها و محرمانه میبرد دفن میکرد بنابراین مرادم این است که ممکنه پاره از این تاکتیکا در پاره جنبش ها باید راه دیگه اندیشید اگر مثلا جنازه رو میدوزدن میشه دفن به اصطلاح نمایشی کرد و خود این ماجرا رو به رخ کشید گرد همایه های عمومی مثل مجامع مخالفت یا حمایت مجالس اعتراضامیز مجالس اعتراضی نهایی نشست های آموزش عمومی ترک یک مجلسی رو کردن سرفصل دیگه است مثل بیرون رفتن سکوت یا احترام نگذاشتن پشت کردن موقعی که فرض کنید یکی از مسئولین حکومت داره صحبت میکنه اگر جمع زیادی با هم برند و بعد یه مرتبه ترک بکنن این خودش یک نوع اعتراض و اکسیور محسره تنها گذاشتن افراد مثل تحریم اجتماعی مثل خودداری از همخوابگی که در جنبش لیبریا زنان کردند و در اعتراض به مردان در سراسر کشور اعلام کردند که هیچ کس زناشویی نخواهد کرد و یک مرتبه در اعتراض به جنگی که جناهای مختلف به پا کرده بودند و تمام مردان کشور را این اتحاد زنان در واقع به یک طرف گذاشتند از جمع روندن خودداری از مراسم آینی و روشایی این اینچنینی سرفصل بعدی که جین شارپ مطرح میکنه عدم همکاری با رویدادها و سازبانها ها و مراسم اجتماعی است مثل تعلیق فعالیت های ورزشی و اجتماعی کاری که ورزشکارا در مواردی کردند و مسابقه ای رو گفتن در اعتراض شرکت نمی کنن. تحریم مراسم اجتماعی، اعتصابات دانشجویی، نافرمانی های اجتماعی، ترک سازمان های اجتماعی کنارگیری از سیستم اجتماعی سرفصل بعدی است که مثل در خونه موندن عدم همکاری کامل شخصی فرار کارگران بست نشستن ناپدید شدن دست جمعی مهاجرت اعتراضی چیزی که پدران ما در جنبش مشروطه اون رو خیلی خوب به کار می بردن فعالیت های کاربران مثل تحریم توسط کاربران یه مجموعه یه کاری عدم مصرف کالاهای تحریمی بایکوت کردن فلان محصولی که مثلا سپاه ارائه میکنه سیاست پرهیز عدم پرداخت اجاره بها امتناع از اجاره به خصوص در جنبش های دهقانی این بارها تکرار شده تحریم کاربری ملی تحریم کاربری بین المللی مثلا در مورد کمپانی که به سرکوب کمک کرده در مورد سلفون فرض کنید در جنبش سبز اتفاق افتاد با چند شرکت اعلام شد که کسی مصرف نکنه تحریم توسط فعالیت کارگران و تولید کنندگان تحریم توسط کارگران تحریم توسط تولید کنندگان اعمال دلالان تحریم توسط باربران و فروشندگان یعنی مثل بازاریان کسبه غیرو اقدام های مالکان و مدیران مثل تحریم توسط صاحبان صنایع امتناع از فروش اموال بستن کارخانه ها امتناع از کمک صنعتی اعتصاب سراسری مغازداران و غیرو محور بعدی که جین شارپ اسم میبره اعمال صاحبان منابع مالیه مثل بیرون کشیدن سرمایه های بانکی خودداری از پرداخت کرایه ها و وام ها از پرداخت بهره قطع کردن کمک های مالی و اعتباری قطع درآمد امتناع استفاده از پول حکومت اعمال حکومت ها مثل در تنگنا گذاشتن مردم در لیست سیاه گذاشتن صاحبان صنایع در تنگنا گذاشتن فروشندگان بین المللی در تنگ نگذاشتن خریداران بین المللی در تنگ نگذاشتن تجارت بین المللی این البته کار کردش در جاهاییست که مبارزه ابعاد دیگه ای داره اعتصابات نمادین سرفصل دیگه است مثل اعتصاب اعتراضی اعتصاب زودگذر اعتصابات کشاورزی مثل اعتراض دهقانان اعتصاب کارگران مزاره اعتصابات گروه های خاص مثل امتناع از یک کار موثر اعتصاب زندانیان اعتصاب صنایع اعتصابات حرفه‌ای اعتصابات صنعتی معمولی مثل اعتصاب دستگاهی اعتصاب صنعت اعتصاب همدلانه با یک حادثه اعتصابات محدود مثل اعتصاب همراه با یک جزئیاتی که یک خواسته خاصی رو در واقع قرار میده و محدود به اون میشه اعتصاب تکبنگاهی اعتصاب یا با کند کردن کار که به این مبحث به خصوص بحث اعتصابات جداگانه تو همین جلسه خواهیم پرداخت اعتصاب یا کند کردن کار اعتصاب کار کار آینامهی ای، اعتصاب تمارز یعنی کارگرها خودشون رو به مریضی میزنن و کار رو لنگ میکنن کسی هم نمیتونه مانعشون بشه اعتصاب یا استعفا اعتصاب محدود اعتصاب انتخابی اعتصاب چند ساعتی چند صنعتی که مثل لهستان صنایع مختلف با هم هماهنگی کنند و اعتصاب سراسری اعتصابات ترکیبی از اعتصابات و تعطیلات اقتصادی سرفصل دیگه است مثل اعتصاب اقتصادی تعطیل اقتصادی رد مقامات مسئول یعنی امتناع از سرد سپردگی امتناع از حمایت عمومی مقالات و سخنرانی های حامی حکومت، مقاومت نافرمانی شهروندان با حکومت مثل تحریم دستگاه غذایی تحریم انتخابات تحریم استخدام های حکومتی تحریم مراکز و نهادهای های حکومتی ترک سازمان های آموزشی تحریم ارگان های مورد حمایت حکومت و امتناع از کمک به نهادهای های حکومتی و برداشتن علائم و نشانهای شخصی امتناع از قبول مقامات مسئول امتناع از منحل کردن سازمانهای موجود اطاعت از دستورات به صورت کند و ناخشنودی نافرمانی در غیاب نظارت مستقیم نافرمانی های عمومی نافرمانی های پنهانی امتناع از گرده همایی یا جلسه برای انهدال نشستن اصطلاح تحسن کردن عدم همکاری یا با سربازگیری و فرار پنهان شدن و روش از این قبیل نافرمانی از قوانین نامشروع و غیر شاید معروف ترینش کار گاندی باشه که شناسنامه رنگین پوستا رو انداخت توی آتیش و یک نافرمانی عمومی اتفاق افتاد حرکات اموال حکومتی که دیگه به ریزش نمی پردازیم حرک... حرکات حکومتی محلی حرکات حکومتی بینان مللی دخالت های روان سرفصل است که جینشار مطرح میکنه و مسئله دخالت های فیزیکی سرفصل دیگه است که چندین مثال رو جینشار مطرح میکنه تا دخالت های اجتماعی که شامل باز بخش ها و دست بندی هاش به این ترتیب دیده میشه که این روش ها که مجموعا 198 روش رو جین شارپ در جمع آوری کرده میتواند به ما کمک بکنه در جهت اینکه در واقع بتوانیم که از روش هایی که در کشورهای دیگه استفاده شده کمک بگیریم و با این کار عملا با این کمک گرفتن و الهام گرفتن بتونیم متناسب با شرایط خودمون تاکتیک خاصی رو برنامه خاصی رو طراحی بکنیم و راه اندازی بکنیم اما اجازه بدید از بین انواع اقسام روش ها به طور مشخص یک روش خاص رو یک سرفصل خاص رو اینجا کمی بیشتر بشکافیم در بین تاکتیک های مختلف و اون اعتصابات اعتصاب به معنی دست از کار کشیدن به معنی کاری رو لنگ گذاشتن همکاری نکردن انجام ندادن در واقع زیل سرفصل بزرگتری به نام عدم همکاری چون در واقع در یک نگرش کلان تاکتیک ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد یکی اونهایی هستند که حکومت دلش میخواد شما یک کارهایی رو نکنید و شما میرید و انجام میدید مثل اینکه نمیخواد شما برید در خیابون تظاهرات کنید ولی میرید این کار رو میکنید اما دسته دوم کارهایی است که حکومت دلش میخواد شما انجام بدید ولی انجام نمیدید نان کوآپراتیو و عدم همکاریه مثل اینکه دلش بخواد شما برید سر کار برین مالیات بدین پول آب و برق رو بدین و غیره و شما در مقاطعی نمی کنید این کار معمولا اکسیون های عدم همکاری اکسیون های یعنی برای فلحج سازی حکومت ها و پایین کشیدنشون عدم همکاری هاست امکان مشارکت مردم در اون بیشتره بایکوت کردن ها تحریم ها و غیره بخشی از این عدم همکاری هاست مقاومت منفی که اسکوزاری شده یا شبیه اون که بعضی ها دوست ندارن این اسم از جمله خود گاندی این اسم رو نمیپسندید شاید نافرمانی های مدنی سیویل دیسوبدینس ها عدم اطاعت ها اسم بهتری براش باشه یکی از دوش های خیلی موثر یعنی قانونی رو کاری رو میشه نافرمانی کرد یکی از معروفترین مثالاش در ایران بحث خانوم باشه که سی سال سی و پنج سال حکومت میخواد خانوم ها هجاب اجباری داشته باشن و زنان و دختران ایرانی در عمل نافرمانی میکنن نافرمانی مدنی بزرگی که موفق هم بودن علا رقم تمام فشارهای حکومت یا میخواد مردم ماهواره نداشته باشند استفاده نکنند اما مردم نافرمانی میکنند با همه بگیرو به ها و همین الان بیشتر از پنجاه میلیون ایرانی تلویزیون ماهواره ای نگاه میکنند بنابراین عدم همکاری ها نافرمانی های مدنی روش های موثرتری هستند به پایان این درس از سلسله درس های مقاومت مدنی می رسیم در جلسه آینده هم بحث تاکتیک ها رو پیگیری خواهیم کرد و به خصوص به تاکتیک شناخته شده جنبش سبز یعنی تظاهرات خیابانی خواهیم پرداخت و نشون خواهیم داد که چگونه در واقع این تاکتیک مشکلاتی داشت و چه نکاتی در اون مقفول افتاده بود و باید رعایت میشد. تا جلسه آینده همگی رو به خدا می سپرم خدا نگهدار.